احزاب و جریان‌های سیاسی از آمادگی برای دومین نشست سیاستگران با نمایندگان طالبان که قرار است در دوحه برگزار شود سخن می‌زنند. از این میان جمعیت اسلامی و حزب اسلامی بر حفظ نظام سیاسی در این گفتگوها تاکید می‌ورزند. حزب اسلامی بر صلح و آمدن صلح تاکید می‌کند، بر نظام جمهوری اسلامی تاکید می‌کند و بر انتخابات تاکید خواهد کرد. در چارچوب یک توافق کنار میرن که به خود نظام افغانستان صدمه نزنه. جنبش ملی نیز حفظ نظام سیاسی را خط سرخ میداند. اگر فکر حکومت اماراتی و طالبانی را گناه خواسته باشه، چون یک خواب خیال است. حزب وحدت اسلامی بر حفظ ارزش های چندین ساله تاکید میورزد. اگر قرار باشه که اصل جمهوریت نظام و حقوق اساسی مردم افغانستان و ارزش های جدیدی که امروز جهان شمول است و در افغانستان هم ما داریم، اگر اینا زیر سوال قرار بگیره، من فکر میکنم که صلح معنا نداره. حمایت ما و ای که خط سرخ برای ما جمهوری اسلامی افغانستان هست، متفاوت است از ای که ما برای یک شخص خاص بخوایم دادخواهی کنیم. نمایندگان طالبان تا کنون 5 بار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا درباره آغاز مذاکرات صلح گفتگو کردند، اما تا کنون جزئیات این گفتگوها روشن نشدند.